بسیار عالی. درود و وقت بخیر عرض می کنم خدمت همه همکاران محترم و علاقمندان در حوزه دفاع از حقوق بشر در ایران. در حال برگزاری آخرین جلسه نمایندگی اروپا در سال جاری 2022 ساعت 13:02 به وقت اروپای مرکزی هستیم. جلسه امروز در سه بخش انجام خواهد شد که بخش اول سخنرانی هست و همچنین پرسش و پاسخ در پایان هر بخش و بخش پایانی بخش بحث آزاد هست که در رابطه با حق حیات در صحبت خواهد شد. سخنران اولمون سرکار خانم فیروزه دهبزرگی هستند که بررسی هدف 16 سند 23 یونسکو رو خواهند خوند و ارائه خواهند داد و همچنین آقای رضایی شایان سخنرانی خودشون رو با موضوع بحران اقتصاد در ایران ایراد خواهند کرد و در پایان بحث آزاد رو خواهیم داشت که همونطور که همه میدونن در رابطه با وقایع روز ایران هستش که در مورد حق حیات ایراد میشه و از دوستان خواهش مندیم که در این بخش شرکت کنن و تبادل نظر و اطلاعات کنن. خانم ده بزرگی اگر که آماده هستین لطفا دست خودتون رو بالا ببرین تا مایک برای شما آزاد بشه. بله، ممنونم آقای یگانه عزیز و ضمن سلام و عرض ادب خدمت تمامی عزیزان از هر کجای دنیا که تصویر و صدای ما رو امروز دارن، خوشحالیم که در خدمتون هستیم مجددا با اطلاع رسانی و بیان یک سری اطلاعاتی راجع به جنایات جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر که همه دنیا متاسفانه همچنان شاهدش هستیم و تا سرنگونی این حکومت همچنان من خودم به شخص به عنوان فعال حقوق بشر در کنار مردم ایران در کنار هموطنان عزیز ندای آزادی و رهایی از این ظلم و استبداد رو سر میدم. امروز هم در مورد هدف 16 سند 2030 رو خدمتتون بیان میکنم و از اونجایی که خب کم و بیش هممون اطلاع داریم سند 23 یونسکو در سال 2015 در سازمان ملل متحد بین 193 کشور رؤسای دولت ها و نمایندگان بلند پایه نهادهای تخصصی سازمان ملل و همینطور جامعه مدنی به اصطلاح تصویب شد که بر اساس این تصویب این کشورها متعهد شدند به اینکه 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه رو تا سال 2030 یعنی به مدت 15 سال دنبال کنند. خب حالا من یک چکیده و خلاصه و مقدمه از این 17 هدف رو باز در شروع بیان میکنم که یک کمی ذهنمون آشنا بشه به این اهداف اصلا چی هست یا این 193 کشور در کنار نهاد متخصص به اصطلاح حقوق بشری چه بیانی دارن، چه عقیده و دیدگاهی دارن از این اهداف. خب البته هدف یکش در مورد فقر هست که کشورها در این کشورهای دنیا تلاش کنن علاوه بر اون اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر تلاش کنن که کشورشون و جامعهشون رو به سمت و سوی ببرن که حداقل فقر اقتصادی، فقر مالی در اون جامعه، در اون کشور وجود داشته باشه. پس هدف یکش بدون فقر هست. هدف دو بدون گرسنگی و امنیت غذایی رو شامل میشه. هدف سه سلامتی مطلوب افراد اون جامعه هست.
هدف 4 کیفیت آموزش هست. هدف 5 برابری جنسیتی هست. 6 آب سالم و بهداشت هست. 7 انرژی ارزان و تجدیدپذیر هست. 8 کار و اقتصاد خوب و امنیت شغلی هست. 9 زیرساخت خوب و نوآوری هست. هدف 10 کاهش نابرابری در کشورها هست. هدف 11 شهرها و جوامع پایا و اماکن و اقامتگاه های امن برای شهروندان در اون جامعه هست. هدف 12 استفاده امن از منابع و هدف 13 اقدام درباره آب و هوا. هدف 14 اقیانوس ها و دریاها. هدف 15 استفاده پایا از زمین. هدف 16 که امروز ما این رو مورد بررسی قرار میدیم در مورد صلح و عدالت هست. و هدف 17 همکاری هایی هست که در توسعه پایا این کشورها متحد هستند که نسبت بهش وفادار بمونن، اجرا کنن و جوری قوانین و نظام جامعه و کشورشون رو پیش ببرن که در این 15 سال بتونن یک دستیابی تقریبی به این اهداف رو داشته باشن. خب هدف 16 همونجور که من اعلام کردم خدمتون در مورد صلح و عدالت اومده یادآوری کرده و تایید کرده و تاکید کرده که این کشورها در این زمینه جامعهشون رو پیش ببرن. خب باز کم و بیش از اونجایی که بارها تکرار شده یا گفته شده یا هممون میدونیم، در سال 1394 که مطابق با 2015 میشه سالی که این هدف یونسکو تصویب میشه، دو سال بعدش یعنی در سال 1396 شمسی، سید علی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی مخالفت شدیدی میکنه با مفاد سند 2020 و دلیل و به اصطلاح اظهارش هم این بوده که برابری جنسیتی اعلام میکنه و همینطور مورد دیگه ای در مورد گسترش آموزش های دو زبانه و چند زبانه و چگونگی آموزش و یادگیری مادام العمر در کشور ایران رو در نظر میگیره. خب به دنبال اون باز خامنه ای اعلام میکنه که این مواد سند 23 نباید بی سر و صدا در ایران اجرا بشه، چرا که خب به واسطه اون وزارت علوم میاد به خاطر مخالفت خامنه ای اون رو یک کمی تغییر میده و بر اساس قوانین اساسی اسلامی ایرانی به حالت اجرا در میاره، ولی با مخالفت شدید و صریح خامنه ای روبرو میشه و حتی تا جایی که خامنه ای به روحانی اظهار میکنه که ما گفتیم که فلان بخش، ما نگفتیم که فلان بخش رو قبول نداریم، ما با اساس سند 23 مخالف هستیم و هیچ به اصطلاح موارد و اهدافی از این سند رو قبول نداریم، چرا که نباید ما قوانینی رو در ایران اسلامی اجرا بکنیم که خودمون اون رو خلق نکرده باشیم و باید این قوانین به اصطلاح اجرای داخلی کشور بر اساس قوانین اسلام و مصوبات داخلی حکومت اسلامی باشه و دلیلش این بوده که در اصل خب وقتی ما ریشه یابی کنیم میبینیم که همون اساس و مخالفت خامنه ای برمیگرده به این که برابری جنسیتی قاطعی در سند یونسکو ذکر میشه، چه بسا که همونطور که من یک خلاصه از این 17 اهداف رو خوندم تمام جوانب مورد نیاز یک جامعه بشری، یک جامعه انسانی و به حق رو در بر میگیره، در حالی که خب جمهوری اسلامی ایران که در رأس اون خامنه ای رهبر هست نمیخواد که از این برابری، نمیخواد که از این عدالت یا نمیخواد که از این
مساوات جنسیتی در همه ارکان نظام همه مردم بهره‌مند بشن. و آشکارا هم باز وقتی که تحقیق بکنیم و یک کمی برگردیم به عقب، آشکارا متوجه میشیم که از همون بعد و انقلاب سال 57 و با روی کار آمدن روح الله خمینی، خب اولین کاریو که کردن به اصطلاح نیمی از جامعه رو که جنسیت زن بود از جامعه یک جوری برکنار کرد، یا در پوشش اسلامی یا در پوشش حجاب یا در قالب یک سری قوانین به ظاهر اسلامی ولی تبعیض جنسیتی انسانی و بشری حکومتشون رو برقرار کردن، حکومتشون رو استوار کردن. و تا به امروز بعد از 43 سال میبینیم که همچنان این تبعیض جنسیتی و تبعیض حقوق انسانی و بی‌عدالتی متاسفانه در تمام اقشار جامعه اسلامی ایران به چشم میخوره و اجرا میشه، که خب این روزها همه ما شاهد هستیم که چه اتفاقاتی داره میفته. من اومدم توی اینترنت یک سری تحقیق کردم و خلاصه و چکیده دو تا مقاله رو در مورد عدالت اسلامی به اصطلاح نوت‌برداری کردم که حالا اینا رو هم خدمتون عرض میکنم. آقای دانشجوی به نام بهمن جوانسیا که کارشناس رشته حقوق هست، من این سری اطلاعات رو از روی اینترنت، یعنی منبعش رو هم ذکر میکنم، با از نوشته مقاله ایشون گرفتم، در حالی که خب باز از سایت های دیگه و منابع دیگه هم مراجعه کنیم دقیقا این نوشته های آقای بهمن جوانسیا کاملا مستند هست و اومده یک سری از اصل های به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو بیان کرده که دقیقاً و منحصراً در مورد عدالت اجتماعی و منحصراً در مورد مبارزه با فساد بیان میکنه. خب قطعاً قانون اساسی جمهوری اسلامی میاد جمهوری اسلامی رو نظامی معرفی میکنه که بر پایه ایمان به عدل خدا و در حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی و همینطور آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا معرفی می‌کنه، به طوری که انسان در حکومت اسلامی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی باید از راه نفی هر گونه ستمگری، ستمکشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری جامعه‌اش رو پیش ببره و جمهوری اسلامی رو موظف میکنه تا رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در مقام در کلیه زمینه‌های مادی و معنوی انسان‌ها به اصطلاح تأمین بکنه. این بند نهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی هست. اصل 29 میگه که برخورداری از تأمین اجتماعی، بیکاری، بازنشستگی و بیمه افراد جامعه. اصل 43 میگه که تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآورده کردن نیازهای انسان در جریان رشد و با حفظ آزادگی او. و بند اول همین اصل 43 بیان میکنه که تأمین و شرایط امکانات کار و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارن اما وسایل کار ندارن. یعنی اینا تماما صراحتا نوشته از اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست، در حالی که قضاوت با همگان. داریم میبینیم که سالهای سال متاسفانه شاهد هستیم که حکومت جمهوری اسلامی نه تنها این عدالت، نه تنها وسایل کار، نه تنها حفظ کرامت انسانی شهروندان، نه تنها زمینه اقتصادی و معیشتی و امنیت شغلی و تحصیلی و کار رو برای تک تک شهروندانش فراهم کرده، بلکه با فساد اداری، با فساد اقتصادی، با فساد اخلاقی، با فساد اجتماعی، این همه دست به نابودی
تمام کل ایران زده. در ابعاد اقتصاد چقدر فساد اقتصادی هست، در ابعاد اجتماعی چقدر فساد اداری هست، در قسمت دانشگاه چقدر فساد متاسفانه تحصیلی و دانشجویی و تبعیض نظام آموزشی هست. و اگر که بخوایم به تمام جزئیات اینها ریز به ریز با نمونه و مثال بپردازیم، خب ساعتها زمان میبره که متاسفانه ما اینجا به دلیل زیل وقت امکانش برامون نیست و کم و بیش از رسانه‌های داخلی یا رسانه‌های خارجی یا خود شهروندان در داخل ایران دقیقاً این مستندات جنایتکارانه جمهوری اسلامی بر هممون معلوم هست. اصل 61 بیان میکنه که اعلام در مورد اعمال قوه قضاییه هست که گسترش و اجرای عدالت هست. خب همونطور که هممون میدونیم از نظر هر جوامع بشری که بخوایم تجزیه و تحلیل کنیم، متاسفانه قوه در بخش قوه قضاییه سیستم ایران بسیار فاسد است. چرا که وقتی یک متهمی رو که هنوز جرمش ثابت نشده از دسترسی به وکیل مستقل محروم میکنن و بر اساس اون لابی ها، بر اساس اون پارتی بازی ها، بر اساس اون حق به ناحق شدن ها و یا ناحق به حق شدن ها و ارتباطات داخلی حکومتی و مسئولین حقی از تک تک شهروندان و متهمین حتی پایمال میشه، هممون میبینیم و میدونیم که و ایمان داریم و یقین داریم که هیچ دادگاه عادل و هیچ قوه قضاییه عادل و مستقلی در ایران وجود نداره و هیچ کس به سزای اعمال واقعی جرم یا عمل زشت خودش نمیرسه. خب این سالها شاهدش بودیم از تمام جزئیات، چه تجربه های شخصی خانوادگی خودمون، چه تجربه ای داریم که از حالا این سالها اعدام سالهای 67 و همینطور اون اعتراضات مردم در کف خیابان برای معیشتشون، کارگران، معلمها، کشاورزها، حتی بازنشستگان، حتی مردم و شهروندی که معترض گرانی اقتصاد و معیشتشون بودن در آبان 98، حتی در سقوط هواپیما، حتی هواپیمای اوکراینی، حتی این روزها که شاهد کشتار بیرحمانه تک تک مردم معترض هستیم در کف خیابانها، هیچ حکومتی، هیچ مسئولین حکومتی، هیچ نهادی، هیچ انسانی، هیچ کسی به عنوان مجرم، به عنوان قاتل متاسفانه از دستگاه مسئولین جمهوری اسلامی نه در جامعه ایران و نه در جامعه بین الملل مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتن و هممون میشناسیم کما بیش مادران دادخواه، کما بیش خانواده های دادخواه که عزیزانشون رو برای به دست آوردن حقوق انسانی اولی خودشون بیگناه و مظلومانه توسط رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسیدن و دارن میرسن متاسفانه. خب این هم بیانگر این هست که وقتی این اصل 61 قانون اساسی که میگه اعمال قوه قضاییه باید گسترش و اجرای عدالت درش اتفاق بیفته، میبینیم که اصلا چقدر تناقض داره با اعمال این روزهای جمهوری اسلامی. اصل 91 در مورد خصوصیات فقهای شورای نگهبان میگه و عادل بودن در کنار آگاهی از مقتضیات زمان و مسائل روز، که باز این هم متصل میشه به همون اصل 61 و با این همه توضیحی که خدمتون عرض کردم. خب اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد یکی از شرایط و صفات رهبر میگه که باید عدالت و تقوا رو پیشه کنه. من فکر میکنم وقتی در یک جامعه به اسم حکومت اسلامی که با به اصطلاح بنیانگذاری روح الله خمینی و بعدش به رهبریت محمد علی خامنه‌ای مادام العمر اتفاق میفته، این یک حکومت یک جورایی شاید پادشاهیه، شاید یک جوری حکومت همون دیکتاتوریه
چرا که این بر اساس رأی مردم نیست، چرا که این بر اساس خواست مردم نیست، که وقتی یک نفر در رأس قرار داره و حرف اول آخر به مقتضیات بقای حکومت خودشون در جامعه ایران رو به عنوان فرمان، به عنوان دستور، بقیه مسئولین و حتی بقیه مردم ایران مجبور هستند که اجرا کنن، این کدام تقوا هست؟ این کدام عدالت هست؟ این کدام دموکراسی و حقوق انسانی شهروندان ایران هست؟ و این هم چقدر تناقض داره با همین اصلی که خودشون در قانون اساسیشون نوشتن؟ اصل بعدی 121 هست که در مورد سوگند رئیس جمهور هست که خودش رو باید وقف خدمت به مردم بکنه و اعتدال کشور و همینطور در گسترش عدالت قدم برداره. خب کما بیش رئیس جمهورهایی که در دورهای مختلف در ایران حکومت کردن کما بیش همشون فسادهایی داشتن در بخش اداری، در بخش اداره حکومت، به خصوص اخیراً که خب با روی کار اومدن نه انتخابات، در اصل انتصابات رئیس جمهور که در حال حاضر رئیسی هست، هممون از سابقه اون با خبر هستیم و قبلا هم در جلسات و سخنرانی‌های قبلی من به این نکته اشاره کرده بودم که آقای رئیسی هم خودش دستی داشته مستقیما و ثابت شده در اعدام جوان‌ها و انسان‌های بیگناه تابستان 67. یعنی وقتی که یک قاتلی با اون سابقه به عنوان رئیس جمهور انتصابی جمهوری اسلامی در سر کار هست و داره ریاست میکنه، خب کدام عدالت؟ اصل 157 و 163 میاد در مورد شرایط رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور بیان میکنه که باید مجتهد عادل باشه. خب در حال حاضر محسن اژه‌ای هست به عنوان رئیس قوه رئیس قوه قضاییه در ایران. خب این روزها که هممون هر لحظه اخبارهای بد از داخل ایران و تهدید اعدامهای تک تک جوانها و عزیزانمون رو در بیدادگاه جمهوری اسلامی داریم میشنویم، تا جایی که خب فقط برای رعب و وحشت و ترسوندن دنیا و حتی بقیه مردم دست به این اعدام ها دارن میزنن و دم از عدالت و مجتهد بودن خودشون دارن میزنن و به قول خودشون دارن عدالت امام اول شیعیانشون رو اجرا میکنن و این هم خب چقدر تناقض داره با اون قوانین دموکراسی، قوانین بشریت که باید حقوق اولیه انسان‌ها در نظر گرفته بشه و متاسفانه همچین اتفاقهایی رو این روزها شاهد هستیم. این در مورد یک سری اصل‌های حقوقی بود که خدمتتون بیان کردم و یک چکیده مقاله دیگه هم هست که من اومدم توی اینترنت جستجو میکردم، به این رسیدم که کتابی به نام عدالت در نظام اسلامی نوشته روح الله خمینیه. من خودم تا حالا نمیدونستم که همچین کتابی خمینی داره. زیر و رو کردم، خیلی مطالبش به زبان و کلمات عربی نوشته شده که حقیقتاً منی که فارسی زبان هستم با یکم تسلطی که در زبان عربی دارم واقعاً از درک این جملات عاجز بودم. من نمیدونم واقعا این کتاب ها فقط خودشون میفهمن چی نوشتن و تفکرشون چی بوده و ایدئولوژیشون چی هست و از این قبیل، اما اون چیزی رو که فهمیدم و تونستم خلاصه کنم، خمینی اومده در مورد عدالت در بخش های مختلف به اصطلاح جامعه یا در موارد مختلف امورات انسانی دیدگاهش رو گفته. در مورد مثلا عدالت در اخلاق گفته که خب با خیلی کلمه های سنگین عربی جمله بندی کرده و من این رو اومدم یه کمی خلاصه تر رو به زبان عامیانه که در فهم حتی خودم یا حالا سایر عزیزان باشه جمع بندی کردم. در قسمت بخش عدالت در اخلاق این کتاب عدالت در نظام اسلامی
خمینی بیان میکنه که عدالت عبارت است از حد وسط بین افراط و تفرید و از فضایل مهم اخلاقیات عدالت است و در اخلاق نفسانیه اعتدال قوای ثلاثه است، یعنی قوه شهویه، قوه غصبیه و قوه شیطانیه، و اومده اینها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داده که یعنی قوه شهویه یعنی نفس انسان و قوه غصبیه یعنی خشم انسان و قوه شیطانیه یعنی اون مکر و فریبی که انسان در ذاتش به اعتقاد خمینی وجود داره. اومده اینها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و همینطور در مورد عدالت در اخلاق هر انسانی اومده بحث کرده. حالا اینو گفتم جهت اینکه یه اطلاع رسانی کرده باشم. در مورد یک مقاله دیگه که در 13 آبان 1401 روزنامه جوان به اصطلاح نشر کرده، اونم مفصل مطالبی نوشته که من اومدم این رو خلاصه نویسی کردم و خدمتون بیان میکنم که منحصراً در مورد عدالت نوشته. عدالت و مبارزه با فساد مبانی تحقق نظام اسلامی. این آقای صادق جهانبین نویسندش هست که خب من با ذکر نام و با ذکر منبع موظف هستم که این رو بیان کنم. اومده که در مورد عدالت و انقلاب اسلامی آقای جهانبین اینجوری بیان کرده و دیدگاهش رو نوشته. میگه که عدالت به عنوان مهمترین و محوری ترین مفهوم گفتمان انقلاب اسلامی است که یکی از عوامل خیزش انقلاب سال 57 در برابر نظام ستمشاهی بوده و به دلیل تبعیض اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عدم توجه به اقشار پایین دست جامعه این اتفاق افتاده. یعنی انقلاب 57 به این دلایل به وجود اومده و هر جامعه‌ای برای رسیدن به عدالت و در پی تحقق آن تلاش می‌کند و خداوند در قرآن با می‌فرماید که با ارسال کتاب آسمانی و معجزات الهی مردم را برای برقراری عدل و قسط ترغیب و تشویق می‌کند و اهداف انقلاب اسلامی هم تحقق عدالت و ریشه‌کن کردن ظلم و ستم در تمامی ابعاد و از بین بردن تبعیض در تمامی حوزه‌هاست. و سوره حدید آیه 25 به این اشاره میکنه که ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان و عدل را نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند. یک مبحث دیگه عدالت در قضایی هست. عدالت قضایی همون قوه قضایی هست که اومده آقای جهانبین این رو با اشاره به سوره نساء آیه 57 بیان میکنه که دستور به رعایت عدالت در تمام صدور حکم داده. یعنی اینکه آیه 58 سوره نساء در مورد تمام حکم هایی که از طرف یک جامعه اسلامی داده میشه باید با عدالت باشه. اهمیت عدالت قضایی در جامعه اسلامی به حدی است که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار به آن توجه شده که من اصلاش خدمتون گفتم و بیان می کند ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. در جای دیگه از عدالت اقتصادی نام برد آقای جهانبین و بیان میکنه که عدالت اجتماعی و اقتصادی بر میزان حق تنظیم شده و واژه عدالت با واژه حق گره خورده و اگر حقوق افراد جامعه بر اساس موازین الهی محقق شود عدالت رعایت شده که هر فرد و انسانی بر اساس توان و استعداد و تفاوت‌ها باید از فرصت و امکانات مساوی در زندگی و کار و تلاش خود برخوردار شوند. آقای جهانبین اومده اون ایدئولوژیش رو دقیقاً خب حرفای زده بیان کرده که به مزاق جمهوری اسلامی خوش میاد و درسته و اساس قوانین به اصطلاح اساسی
حکومت اسلامی هم کاملا درسته، ولی آیا ما اون چیزی رو که این سالها و به خصوص این دو سه ماه اخیر در جامعه ایران به طور فاحش و آشکار و مستند شاهد هستیم، بر اساس این تعاریف، بر اساس این نوشته ها، بر اساس این قوانین دستنوشته خود جمهوری اسلامی میابیم؟ منحصرا و تأکیدن که خیر، تأکیدن که نه. و متاسفانه همچنان که باز اگر که بخوام به تمام این جزئیات بپردازم و یکی یکی نام ببرم، تمام افرادی رو که در حال حاضر بازداشت هستن، زندانی هستن، زیر تیغ اعدام جمهوری اسلامی مورد تهدید هستن و هر لحظه امکان داره که خبر اعدامشون به گوش تک تک ماها برسه، متاسفانه ما وقت زیادی نداریم که بخوایم به اسامی اینها بپردازیم و چه بسا که خیلی هاشون هنوز اسمشون هم ما نمیدونیم، هنوز خود خانواده هاشون هم ازشون بیخبر هستن. و واقعا کجا هست اون عدالت اجتماعی، کجا هست اون عدالت اقتصادی، کجا هست اون عدالت بشری که حکومت اسلامی ایران ازش دم میزنه و تبلیغش میکنه و با مکر و فریب جوامع بین المللی و جامعه جهانی میخواد برای بقای خودش همچنان مردم آگاه و بیدار و انقلابی ایران رو سرکوب کنه. و جایی بسیار خوشبختی، جایی بسیار خوشحالی داره که این روزها هم مردم ایران، هم جوامع بشری، هم دنیای بین الملل، هم مسئولین و نمایندگان مجالس دولت ها و همینطور نسل جدید و جوونی که در ایران هستن به واسطه همون رسانه های بین المللی با آگاهی زیر بار ظلم و ستم و فریبکاری جمهوری اسلامی نمیرن و خوشبختان انقلابی رو دارن رقم میزنن که ایران به آزادی و رهایی و عدالت و برابری جنسیتی در تمام سطوح و ابعاد برسه. من سپاسگزار هستم از تک تک عزیزان که تا به الان حوصله کردن و ما رو همراهی کردن. اگر سوالی، نقطه نظری و موردی هست که عزیزی میخواد مطرح کنه، خوشحال میشم که بشنوم و در خدمتون هستم. من مایک رو رها میکنم. بسیار عالی، ممنون از شما سرکار خانم ده بزرگی بابت سخنرانی و مقایسه خوبی که انجام دادین. دوستان اگر که در این رابطه سوالی دارین و یا مطلبی، تجربه‌ای دارین در این خصوص که بخواید در اختیارمون بذارین، ممنون میشیم و خوشحالیم که میشنویم. حالا تا دوستان بخوان در موردش فکر کنن، من اتفاقا میخواستم خودم هم در رابطه با همین موضوع اشاره کنم به زمانی که حالا توی ایران توی کنگان، یکی از استانهای جنوبی هست که فکر میکنم خیلی ها میشناسنش، نزدیک به عسلویه هست، ما اونجا کار میکردیم توی این فازهای نفتی. شما ببینید الان در رابطه با صلح و عدالت، ارتقای جوامع صلح‌آمیز و فراگیر برای توسعه پایا، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و ساخت مؤسسات کارا، این یکی از تجربیات من بود که حالا زمانی که توی جنوب کشور کار می‌کردم توی این فازهای نفتی، ما اون زمان فاز 19 بودیم و قطر 22 فازش رو بهره برداری کرده بود. ما فاز 19 مون هنوز راه نیفتاده بود و فازهای حالا قبل‌تر از اون 18 و 17 و پتروشیمیا هنوز راه اندازی نشده بودن. چرا؟ به دلیل همین که آقای خامنه‌ای و دولت جمهوری اسلامی قبول نکردن که بخوان این سند رو امضا بکنن، بخوان که با جوامع دیگه، با جوامعی که پیشرفته تر هستن از لحاظ صنعت، از لحاظ علم پیشرفته تر از ایران هستن، اون تکنولوژی ها رو وارد کنن. قطر اومده بود چیکار کرده بود؟ اومده بود که حالا شرکت هایی مثل توتال فرانسه یا شرکت های کره جنوبی رو بهشون حالا یه مقدار پوان داده بود که بتونن پتروشیمیا رو دایر کنن، 5 سال از پتروشیمیا استفاده بکنن و بعد از 5 سال بدون هیچ هزینه‌ای که قطر برای اونا به قولی واریز بکنه، اون پتروشیمی رو با تمام تجهیزات بذارن و برن. خب این چه نفعی داره، چه سودی داره؟ ما اگر که توی حالا جنوب ایران نگاه کنیم یا گذرا رد بشیم از سمت خوزستان، اهواز یا عسلویه و کنگان،
فلرهای گازی رو میبینیم که تقریبا 25-30 متر به آسمون رفتن و یک مشعل دارن که همیشه روشنه. این گازها بسیار بسیار گازهای خطرناک ولی مفیدی هستن که اگر پتروشیمی ما داشتیم، اگر ایران دست دوستی به سمت جامعه جهانی دراز میکرد و قبول میکرد که با جامعه جهانی صلح بکنه، یک نعمتی بود. یعنی ما اگر میتونستیم این گازها رو فراوری کنیم و توی پتروشیمیامون جدا سازی کنیم، به قیمتهای خیلی کلان میتونستیم بفروشیمشون. یعنی جایگاهی در جامعه جهانی باشیم، مثل جایگاهی که الان دبی هست و قطر هست، بعد از 40 سال که زمانی که حالا عکس‌ها رو اگر ببینید پیکان توی ایران بود، مثلا اونجا میگم توهین نیست به یک مملکت، ولی خب اونجا مثلا از چهارپایان استفاده میکردن. الان ببینید وضعیت قطر و دبی در چه حد از رشد خودش رسیده و متاسفانه ایران کجا ایستاده. فقط به خاطر اینکه نخواست که با جامعه جهانی دست دوستی بده و اون شعاری که همیشه خودشون میدن، ما میخواییم انقلاب رو به قولی صادر بکنیم به کشورهای دنیا، پای ایدئولوژی خودشون ایستادن و متاسفانه جامعه رو به انحطاط کشیدن و میبینیم که الان متاسفانه چه وضعیتی در ایران هست. دوستان اگر که در این رابطه مطلبی دارین که میخواین اضافه کنید و یا سوالی دارین از خانم ده بزرگی، لطفا دست خودتون رو بلند کنید. اگر نه که من دعوت میکنم از آقای سپهر رضایی شایان برای ارائه سخنرانیشون در رابطه با بحران اقتصاد در ایران. آقای شایان بفرمایید. سپاس از شما آقای یگانه عزیز. بحران اقتصادی ایران. بحران اقتصادی ایران ادامه بحران جهش نرخ ارز در ایران بعد از دیماه 1396 است. بانک جهانی در ماه آوریل سال 2018 چشمانداز اقتصاد ایران را مثبت توصیف کرده بود و نرخ رشد بیش از 4% در سال 2018 را نوید داد. صندوق بین‌المللی پول نیز همچنین در ماه مارس رشد 4% را پیش‌بینی کرده بود. اما با تغییر برآورد در ماه سپتامبر رشد منفی 1.5% را برآورد کرد و همچنین طبق این برآورد نرخ بیکاری به 12.8% و نرخ تورم به 29.6% افزایش پیدا کرد که بیانگر رکود تورمی بود. رشد اقتصادی ایران در سال 2019 به منفی 9.7% رسید. در حالی که اقتصاد ایران در حال خروج از رکود بود، اجرای سیاست فاصله گذاری اجتماعی در طی وقوع دنیاگری کرونا ویروس در ایران از اسفند 1398 تا اردیبهشت 99 همراه با تبعات جهانی رکود اقتصادی در اثر کرونا و افت قیمت نفت سبب تحمیل رکود منفی 6% از سال 2020 بنابر پیشبینی صندوق بین‌المللی پول شد. در فروردین ماه 1399 50 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیشبینی کردند که پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از کرونا امکان شکل‌گیری هسته‌ای ناآرام و ناخشنود را در حاشیه شرق‌ها در نیمه دوم سال 99 بیشتر می‌کند و سال 1400 را به دوره‌ای پربحران تبدیل خواهد کرد. بر پایه گزارشی در سال 2019 ناصر موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بر اساس شاخص فقر که 3,400,000 تومان بوده است، خانوارهای ایرانی زیر این خط 55% هستند. حسین کاشانی اقتصاددان نیز خط فقر مطلق را برای یک خانواده 4 نفره شهری نزدیک به 4,000,000 تومان دانست و نتیجه گرفت که 33% از مردم ایران دچار فقر مطلق هستند و 6% از آنان نیز در زیر خط گرسنگی به سر می‌برند. این در حالی است که پیش از این شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اسفند 1396 اعلام کرد که 80% جمعیت ایران زیر خط فقر به سر می‌برند. زمینه بحران اقتصادی. افزایش مداوم نرخ ارز در ایران پس از انقلاب 1357 آغاز شد و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و پس از هدفمند سازی یارانه‌ها در ایران
بین سالهای 1390 تا 92 شتاب گرفت. این بحران ارزی در دوره اول ریاست جمهوری روحانی مدتی آرام گرفته بود که ناگهان از اواخر سال 1396 مجدداً سیر صعودی خود را آغاز کرد و در 18 اردیبهشت 1397 و پس از اعلام رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ مبدی بر خروج این کشور از برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام شدت گرفت. به موجب بندهایی از برجام قرار بود که تحریم‌ها علیه ایران به موازات اعتمادسازی و پایبندی ایران به برجام از طرف اتحادیه اروپا و همچنین ایالات متحده برداشت شود و بخش‌هایی از آن اجرا و در حال پیشرفت بود. ولی پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، بار دیگر بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که در دوران اوباما برداشته شده بود، با دستور دونالد ترامپ و تصویب سنای آمریکا مجدد بازگشت و بحث تحریم نفت ایران بار دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا مطرح شد. ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا و دیگر ارزها طی ماه‌های گذشته به شدت سقوط کرد و در اوایل مهر ماه 1397 مرز یک دلار در برابر 16000 تومان بود. سیاست فشار حداکثری آمریکا و تحریم‌ها. بنا به آمار ارائه شده توسط شرکت کلیپس، فروش نفت ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام به میزان 400 هزار بشکه در روز کاهش یافته بود که این رقم از حجم فروش نفت ایران در دوران جنگ ایران و عراق هم پایین تر است. این در حالی است که فروش نفت ایران پس از توافق برجام چیزی حدود 2,800,000 بشکه در روز بوده است. از دیگر سو هند به عنوان عمده‌ترین خریدار نفت ایران پس از عدم تمدید معافیت خرید نفت ایران توسط آمریکا، خرید نفت از ایران را متوقف کرد. حتی در مقطعی از سال 2019 میلادی ایران فروش نفت زیر 100,000 بشکه را در روز نیز تجربه کرد. بر همین اساس مطابق با برآوردهای برخی کارشناسان، کسری بودجه دولت در سال 1392 حداقل 200,000 میلیارد تومان تخمین زده شده بود که به نظر می‌رسد این موضوع علت اصلی استقراض 10,000 میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی. در 23 آبان 1398 حسن روحانی به کسری بودجه 300,000 میلیارد تومانی دولت اذعان کرد و گفت بالاترین درآمد مالیاتی که برای سال آینده پیش بینی شده است 150,000 میلیارد تومان است، اما برای اداره کشور به 450,000 میلیارد تومان نیاز است و حالا باید پرسید 300,000 میلیارد تومان باقی مانده را از کجا بیاوریم. مقام‌های دولت آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین و فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ تمدن انسان نامیدند. مداخلات خارجی در بحران اقتصادی ایران. تحقیقات دادستان ویژه آمریکا درباره کمپین انتخاباتی ترامپ، برگزاری جلسات متحد بین نمایندگان عربستان سعودی و دولت ترامپ برای تضعیف و در نهایت براندازی دولت جمهوری اسلامی از مسیر اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی را آشکار کرد. جنرال اسیری در جلسه‌ای در ریاض در مارس 2017 برای برنامه‌ریزی انجام عملیات‌های اطلاعاتی با هدف تخریب اقتصاد ایران با سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری دولت سعودی با چند شرکت خصوصی فعال در این زمینه حضور داشت. آمار اقتصادی در شهریور ماه 1399 مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی گفت اقتصاد کشور طی بهار سال 1399 نسبت به بهار پارسال 3.5% کوچک شده است. گروه خدماتی که نیمی از تولید ناخالص داخل کشور را تشکیل می‌دهند با رشد منفی 3.5% مواجه شدند. گروه صنایع و معدن رشد منفی 4.4% و گروه کشاورزی نیز رشد منفی 3% را تجربه دارند. در زیر گروه بخش صنعت و معدن، بخش استخراج نفت و گاز در بهار سال جاری رشد منفی 14.3% را تجربه داشته. بهار پارسال نیز این بخش نسبت به بهار سال 97 رشد منفی 35% را داشته. تولید نفت ایران بنابر آمارهای اوپک طی دو سال گذشته نصف شده و به 1.9 میلیون بشکه در روز رسیده است. روز 12 شهریور ماه 1399 شرکت اطلاعات کالا کپلر طی اطلاعاتی که به رادیو فردا داد گفت متوسط صادرات نفت ایران در 8 ماه ابتدایی سال جاری میلادی روزانه 287,000 بشکه است
صادرات نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی 2,500,000 بشکه بود که تقریباً 9 برابر حجم کنونی صادرات نفت ایران است. صادرات نفت ایران بنابر گزارش کپلر در ماه اکتبر 2019 436,000 بشکه بود که بالاترین میزان از ماه ژانویه بود. چین و سوریه تنها مشتریان علنی نفت ایران بودند، اما شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها می‌گویند ایران نفت خود را به صورت پنهانی و تحت نام نفت‌های دیگر کشورها از جمله مالزی و اندونزی به فروش می‌رساند. در 18 اردیبهشت 1399 مرکز آمار ایران گفت نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات در سال 1398 42.6% اعلام کرد که نسبت به سال گذشته 34.8% افزایش پیدا کرده بود. سقوط صادرات در شهریور ماه 1399 آمارهای جدید شرکای اصلی تجاری ایران نشان از افت چشمگیر صادرات ایران به این کشورها دارد و در کل صادرات آنها به ایران نیز کاهش یافته است. این آمار افت کل صادرات ایران به 140 میلیون دلار در هفت ماهه سال 2020 نشان می‌دهد که علاوه بر قطع صادرات نفت، فروش کالاهای غیرنفتی ایران به هند نیز به شدت سقوط کرده است. گمرک ایران از ابتدای فروردین 98 انتشار آمارهای تفصیلی تجارت خارجی غیرنفتی ایران را متوقف کرد، اما آمارهای سال 97 نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران به هند در کل این سال بیش از 2 میلیارد دلار بوده است. در اسفند ماه 1399 خبرگزاری رویترز در یک گزارش اقتصادی به نقل از چند مقام تجاری خارجی هند نوشت که به خاطر کاهش اندوخته روپیه ایران شرکت‌ها و بازرگانان هندی حاضر نشدند برای صادرات مواد غذایی مثل شکر، برنج، چای با ایران قراردادهای جدید امضا کنند و بازرگانان هندی به دلیل تأخیر چند ماه در پرداخت‌ها از معامله با ایران امتناع کردند و صادر کنندگان هندی اطمینان ندادند که مبلغ قراردادهای جدید به موقع پرداخت شود. آمارهای جدید وزارت دارایی هند از افت 23 برابری واردات این کشور از ایران طی 7 ماه سال 2020 خبر داد. هند در 7 ماه پارسال 3 میلیارد 232 میلیون دلار واردات از ایران داشت، اما در دوره مشابه امسال این رقم به 140 میلیون دلار سقوط کرد. وزارت دارایی هند روز 19 شهریور 1399 گزارش داد که صادرات هند به ایران نیز در این مدت با افتی 45% مواجه شده است. هند بعد از چین بزرگترین مشتری نفت ایران بود، اما از نیمه دوم سال 1399 از ایران نفت نخرید. همچنین کل واردات هند از کشورهای خارجی در 7 ماه سال جاری تقریبا نصف شده و به 88 میلیون دلار رسیده، موضوعی که نشان می‌دهد واردات کالاهای غیرنفتی ایران احتمالاً به شدت کاهش یافته است. صادرات ایران به ترکیه از 3 میلیون دلار به 508 میلیون دلار افت کرده است. واردات ایران از این کشور نیز با افتی 31% به 1.12 میلیارد دلار رسیده است. بدین ترتیب صادرات ترکیه به ایران دو برابر وارداتش بوده است. صادرات ایران به ژاپن نیز از حدود 1.2 میلیارد دلار به 22 میلیون دلار کاهش یافته، اما واردات 7 ماهه ایران از ژاپن نیز 32% افزایش پیدا کرده و به 45 میلیون دلار رسیده است. روسیه نیز از شرکای عمده ایران است، اما در ماه می گمرک روسیه تنها به آمارهای تجاری 4 ماهه با ایران اشاره کرد و در این گزارش در مورد ایران و کوبا برخلاف دیگر کشورها اشاره‌ای به میزان تغییرات سالیانه تجارت نشان داده بود. این گزارشات از صادرات 542 میلیون دلاری واردات 205 میلیون دلاری از ایران طی 4 سال خبر داد. اما از آن زمان گمرک روسیه نام ایران را از لیست تجارت خارجی خود خارج کرد و در گزارش‌های جدید هیچ آماری درباره ایران نداد. اتحادیه اروپا تاکنون آمارهای 6 ماهه درباره تجارت با ایران را منتشر کرده که تغییر چندانی نسبت به نیمه اول سال 2021 نداشت، اما نسبت به دوره مشابه سال 2018 و 19 به شدت سقوط کرده. این اطلاعات و داده های من تا قبل از اعتراضات و اعتصابات از شهریور ماه 1401 بود و برآورد هایی که پیش بینی میشه نسبت به آینده اینه که این افت قیمت و کاهش صادرات و واردات در ایران ادامه خواهد داشت و نرخ ارز در پایان سال
2022 میلادی به هر دلار آمریکا 40,000 تومان خواهد رسید. ممنون از وقتی که در اختیارم بود. خیلی ممنون از شما آقای رضایی شایان، امیدوارم که این وضعیتی که حالا شما شرحش دادین متاسفانه خیلی وضعیت خرابی است، هرچه زودتر به پایان برسه، ایران بتونه به حالا به اون با توجه به اون پتانسیل هایی که داره که از همین الان هم اگر بخواد شروع کنه میتونه جلوی این بحران رو بگیره، به اون نقطه برسیم. خانم ده بزرگی، مایک برای شما آزاده، بفرمایید. سپاسگزارم آقای آنه. ممنونم از آقای رضایی، خیلی نسبتاً کامل بیان کردن حالا تا قبل از این اتفاقایی تو ایران افتاده آمار تکاندهندهی هست، اتفاقای تکاندهندهی هست که کما بیش هممون میدونیم. من خواستم نقطه نظر خودم رو بگم و تکمیل کنم، اضافه کنم صحبتهای آقای رضایی رو. وقتی آخوند میاد حکومت دار میشه، مملکت دار میشه، آخوند علم و دانش و تحصیلات مملکت داری نداره. آخوند علم و دانش فقه داره، علم و دانش اسلامی و دینی داره، نه مملکت داری، نه حکومت داری، نه اقتصاد. این یه مورد. و یه مورد دیگه این که وقتی که آخوند میاد مملکت دار میشه و زیربنای قانون اساسی کشوری رو اسلامی و دینی تعیین میکنه برای حکومت و اداری یک کشور به اون وسعت ایران، اون دزدی ها و فساد اقتصادی و اداری و اجتماعی و سیاسی که درش هم اتفاق میفته نتیجهش میشه ایران امروز. این دو مورد خیلی اساسی و مهم. خب حالا یه قسمت دیگه حرف من این هست که تمام پتانسیلی که در کل دنیا وجود داره، اهم از اقتصادی، برای زیربنای اقتصادی، اهم از کشاورزی، معادن، جنگل، دسترسی ایران به آبهای آزاد و دریاها، بخش کشاورزی، چهار فصل بودن ایران، جنوب ایران، شمال ایران، کویر داشتن ایران، معادن داشتن ایران، منابع گاز و نفت داشتن ایران، صنعت توریست ایران، بخش صادرات غیر نفتی و تولیدات محصولات کشاورزی و صنایع دستی ایران که واقعا در این زمینه ایران غنی هست، این رو از سایر کشورهای دنیا به نظر من کاملا متمایز میکنه و هیچ شکی درش نیست. ولی متاسفانه این حکومت یک بلای سر ایران و ایرانی و مردم آب و خاک ما آوردن که همه رو از بیخوبون نابود کردن، به طوری که 80% توریستای خارجی، این رسانه ها اعلام کردن از خود ایران، 80% توریستای خارجی که بعد از دیدن بازی های جام جهانی قطر هتل رزرو کرده بودن برای بازدید از ایران، همشون بلیتاشون رو کنسل کردن و متاسفانه در بخش توریست که ایران میتونست چقدر پول ساز باشه، چقدر درآمدزا باشه، یعنی هر لحظه داره خسارت مالی و اعتباری رو برای ایران و مردم ایران برمغان میاره متاسفانه. و تا جایی که همون جور که آقای رضایی اشاره کردن، من خودم تو اخبارها دنبال میکردم، خب هممونم تقریبا با خبر هستیم از خشک شدن زاینده رود و اعتراض کشاورزان اصفهان تا استان فارس یا بخشای دیگه از ایران. علاوه بر این که زندگی و معیشت مردم، امنیت شغلی و کاری مردم به خطر افتاده، حتی در بخش تولیدات، در بخش صادرات کشاورزی، چقدر خود مردم و چقدر اقتصاد ایران، چقدر اقتصاد سیستم خسارت میبینه که وقتی فلفل دلمه، بادمجون، گوجه فرنگی و محصولات کشاورزی رو به حتی کشورهای اطراف، آذربایجان، عراق میخواد صادر بکنه، روسیه میخواد صادر بکنه، یا به دلایل بالا بودن میزان اون سمی که به اون محصولات کشاورزی، سم آفاتکشی که به اون محصولات کشاورزی غیر کارشناسی وارد شده،
پس میفرستن یا اینقدر اون تراز بازار، بالانس قیمت تولید و قیمت فروش اون محصولات اینقدر متاسفانه نابرابر و ناعادلانه هست که کشاورز مجبور میشه یا حاضر میشه که اون محصولاتی رو که اینقدر براش زحمت کشیده، عمر گذاشته، هزینه کرده، تولید کرده، محصول دستش رو میریزه دور، خراب میکنه، دفع میکنه، چون اینقدر بازار اقتصادی محصولات کشاورزی نابسامان هست و متزلزل هست و بخش بزرگی از محصولات به اصطلاح غیر نفتی ایران که میتونه صادر بشه یا حتی برای بالانس قیمت که در قدرت خرید همه مردم بگنجه که وارد بازار بکنه، متاسفانه این کارشناسی نبودن مسئولین اقتصاد که به دست آخوندها هست، همین میشه که اقدر خط فقر و اقدر طبقه اجتماعی مردم از لحاظ قدرت خرید، عموم مردم قدرت خرید ندارن، به این نقطه میرسن که نه تنها اون تولیدات داخلی مردم قدرت خریدشو ندارن، بلکه حتی نمیتونه پول ساز بشه، نمیتونه ارز رو وارد کشور بکنه. خب ما هممون تقریبا توی کشورهای اروپایی داریم زندگی میکنیم و یک چیزایی رو داریم میبینیم اطرافمون. اون پتانسیلی که کشور ایران از هر لحاظی که من ذکر کردم داره، کشورهای اروپایی ندارن. کشورهای اروپایی صنایع و تکنولوژی دارن، نفت و گاز ندارن. مثلا بخش کشاورزیشون مثل وسعت ایران نمیتونن شاید تولید کنن، حالا یا معادنی ندارن، ولی در اون نقاطی که قوتشون میرسه و میتونن مثلا بخش تکنولوژیشون رو، صنایعشون رو، بخش حتی تولید یا به جرئت میتونم بگم تربیت نیروی متخصص تو اون بخش میان کار میکنن و نیروی متخصص یا اون تکنولوژی یا اون بخش آموزش رو میان قوی میکنن، که خب میشه صنایع مادر یا صنایع قدرتمند و قوی کشورهای اروپایی. چرا؟ چون اون کارشناسانی که یا جامعه شناسان یا سیاستمدارانی که در رأس هستن بر اساس قوانین دین و انقلاب و اسلام و ایدئولوژی تصمیم گیری نمی کنن. بر اساس صلاح مملکتشون، بر اساس رفاه مردمشون، بر اساس اون حفظ اکوسیستم و محیط زیستشون میان تصمیم میگیرن یا تجزیه و تحلیل میکنن یا که نهایتاً قوانین رو وضع میکنن. من فقط این نکات رو میخواستم اشاره کنم بهش. ممنونم که این وقت رو به من دادی. ممنون از شما خانم دهود بزرگی که صحبت کردین در این مورد. دوست عزیزم آقای خدابنده سامانی بفرمایید، مایک برای شماست. سلام خدمت همه دوستان، به وقتی که اختیار بنده قرار دادید. همه دوستانم البته فرمودن تحریم ها خیلی توی اقتصاد ایران واقعا تاثیر زیادی گذاشته توی این چند سال اخیر، ولی خب حالا اونم به خاطر بی‌لیاقتی حکومت دیگه، وگرنه از تحریم‌ها رو که کسی به زور به ما تحمیل نکرد. اون که حالا بماند، مسئله که الان چند سال اتفاق افتاده به خصوص از زمان دولت دوم، دوره دوم احمدی نژاد، فساد اقتصادی که سیستماتیک شده اصلا توی جامعه بزر سیستماتیکه. بعد از حتی زمان روحانی، شدت گرفت، ولی چون بسته تر بود زیاد به چش نرفت. زمان احمدی نژاد فساد باز بود، یعنی منم که یک جایی بودم میتونستم فساد اقتصادی داشته باشم، کارم نداشتم. بعد از زمان روحانی این فساد رو بسته تر کردن، اختصاص به خودشون دادن. الان هم که دیگه به اوجش رسیده، فساد شده سیستماتیک و خیلی از سرمایه گذارهای خارجی تا همین اوضاع هم حاضر بودن بیان ایران سرمایه گذاری کنن، به صورت بیوتیو که بیان سرمایه گذاری کنن 20 ساله 30 ساله 10 ساله سرمایه‌ای بیارن بسازن و تحویل ایران بدن. ولی متاسفانه چون فساد شده سیستماتیک به هیچ عنوان قبول نمی‌کنن. حتما باید اون سرمایه گذارم از خودشون باشه، از اون حزب باشه تا بتونن راش بدن داخل. و
یک مسئله دیگه هم که الان تو خود ایران هست به خاطر همین دوباره به خاطر همین فسادی که میگم سیستماتیک شده، خود تحریمی شده. درسته دلار گرونه، مثال اومدن جلوی ماشینا گرفتن میگن شما حق ندارید ماشین وارد مملکت کنید چون ارز خارج نشه. خب جاش چی کار میکنن؟ یا قطعه باید چینی وارد کنن یا ماشین چینی وارد میکنن یا هزینه اون ارز رو میدن جای قطعات یا تعمیرات یا انسان ها که کشته میدن. یعنی در هر صورت اون پول هزینه میکنن، ولی چون فساد هست میگن نه شما ماشین رو وارد نکنید که یک جور دیگه هزینه بشه. ماشین اجازه واردات نمیدن، خیلی جنس ها اجازه واردات داده نمیشه، گمرک خیلی محدودیت داره ایجاد میکنه. اینهاش باعث شده که یک تحریمی بین المللی شدیم و از اون بدتر تحریمی که خود داخل شدن. خب اینا بابت همین فسادیه که داخله، که هر کس یک زمانی، من خودم جزیره کیشم، یک زمانی من میتونستم برم خارج کشور هر جنسی بخوام بردارم بیارم بدون پرداخت هزینه گمرکی داخل کیش، ولی الان همونم اونجا نمیتونم بیارم. پس اینا دیگه هیچ کشوری تحریم نکرده. تا حدود یک سال گذشته من هر جنسی میتونستم وارد جزیره کنم به غیر از حالا خودرو، ولی اون هم الان جدیدن اجازه به من نمیدن. پس اینا دیگه اصلا به تحریم بین المللی هم ربطی نداشته. این فسادی که متاسفانه داخل مملکت هستش. خیلی ممنون. بسیار عالی، ممنون از شما جناب سامانی بابت مطالب خوبی که ارائه دادین. دوستان اگر که در این باره مطلبی دارین لطفاً دستتون رو بالا کنید تا مایک برای شما آزاد بشه. من هم به نوبه خودم میخواستم حالا به یکی دو تا از موضوعات اشاره کنم، البته که آقای شایان دستشون بلنده، شما بفرمایید، بعد از شما من در خدمت هستم. سپاس از شما آقای یگانه عزیز. نظر شخصی بنده اینه که اوج این فسادها و بحران ها از طبق گفتی آقای سامانی از دیماه 96 شکل گرفت که این برآورده کلی و آگاهی مردم به این ریشه رسید که دو حزب اصلاح طلب و اصولگرا جفتشون توی این سیستم هر دوشون در هر دو دوره‌ای که قدرت رو در اختیار داشتن فساد رو ادامه دادن. پس این سیستم به طور کلی باید پاک بشه و از نو ساخته بشه تا این فساد و بحران ازش جلوگیری بشه. ممنون. بسیار عالی، ممنون از شما. من میخواستم یه اشاره کوچیک به اقتصاد کنم که حالا ما کلا درباره اقتصاد صحبت میکنیم که اصلا چی هستش. من فکر میکنم اقتصاد به قولی به مجموع فعالیت های تولید کنندگان و حمایت های دولتی و صادرات و واردات یک کشور رو اقتصاد میگن. خب حالا اگر که زمانی به وجود بیاد که این تولیدات نصف بشه یا از کلن استوب بشه و هیچ تولیداتی انجام نشه چه اتفاقی میفته؟ خب باید ببینیم که چرا این اتفاقات میفتن و اینکه چه سودی برای جمهوری اسلامی داره. ما اول که اگر بخوایم به پرونده جمهوری اسلامی نگاه کنیم که این 43-44 سال هیچ وقت به فکر مملکت نبودن، چه از زمانی که حالا سال 1357 بود که اومدن به روی کار که اصلا فقط فکرشون جنگ بود و بعد از اون هم با توجه به اون شخصیت روانی که همشون دارن همیشه از این میترسن که بهشون حمله بشه، همیشه در حال تجسس توی کشورهای همسایه بودن، خرابکاری توی منطقه بودن و تولیدات سلاح، خرید سلاح حالا از کشورهای روسیه بوده و از هر جایی که میتونستن. حالا این به قولی اقتصاد خراب و این بحرانی که به وجود اومده چرا و چه سودی برای اینا داره؟ شما ببینید اگر که ما تولیدات داشته باشیم نیاز آنچنانی به واردات نداریم. خب وقتی ما نیاز به واردات نداشته باشیم پس اون پول و اون دلار توی کشور میمونه، اون سرمایه تو اون کشور میمونه و ازش خیلی بهتر استفاده میشه. ولی خب چرا باید واردات باشه؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بتونه از این پولها استفاده بکنه، بتونه پولشویی انجام بده. و حالا من داشتم به این نگاه میکردم، توجه دارین که تمام فرزندان مسئولین حالا هلوش 2000 و 4000 خورده گفتن 4600-700 تا از فرزندان مسئولین توی خارج هستن. خب اینا دارن چه کار میکنن؟ اکثرا که همه بورسیه هستن دیگه، چون توی ایران نمیتونن مثل 80 میلیون نفر درس بخونن، یا مدرسه خصوصی میسازن یا به قولی بچه ها رو میفرستن کشورهای خارجی.
بعد از اینکه حالا فارغ التحصیل میشن با پولی که میدن، خب هیچ کدومشون نه نخبه هستن نمیتونن کار کنن توی کشورهای اروپایی، با توجه به اون فیلمایی که ازشون پخش شده همگی یا توی دیسکوها هستن یا به قولی نمیتونن دانشگاه ها رو تموم کنن. وقتی بحران اقتصادی به وجود میاد، کشور نیاز پیدا میکنه به مواد اولیه، کشور نیاز پیدا میکنه به واردات خیلی زیاد که بتونن این پولها رو به قولی از کشور خارج کنن. این پولها رو چه کسانی خارج میکنن؟ فرزندان همین مسئولینی که در خارج هستن دیگه. شما ببینید اون جریان سلطان شکر بود که آقای مکارم شیرازی بود، یا جریان ایران سل بود که قراردادهای بزرگی بسته بودن، و همچنین همونجور که شما اشاره کردید آقای شایان، ایران الان به جایی رسیده که دیگه نقدینگی به قولی حالا یا یورو یا پولهای خارجی رو نداره، نقدینگیش فقط یا ریاله یا پتانسیل های کشور هست. شما اگر نگاه کنید به این چند سالی که حالا از زمان روحانی اون اتفاقی که افتاد، قراردادی که بین ایران و روسیه و آذربایجان بسته شد که مازندران رو، دریاچه مازندران رو دوباره یک سومش رو فکر میکنم الان ایران میتونه زیر سلطه خودش داشته باشه، یا قراردادی که با چین بستن هم همینجور تا 25 سال چین اجازه داده که بیاد با کشتی‌های خیلی بزرگ تمام منابع و معادن رو به قولی جارو بکنه و ببره. ایران دیگه به اون نقطه رسیده، جمهوری اسلامی به اون نقطه رسیده که دیگه پولی نداره که بابت اون بدهکاریاش به کشورهایی که نیازمندش هستن بده. پس چه راهی براش میمونه؟ همین که بحران اقتصادی ایجاد بکنه. البته خب جناب سامانی هم درست فرمودن، اون تحریمات کار خودشون رو میکنن، تحریمات نقش خیلی بزرگی رو ایجاد میکنن، ولی خب اون باعث و بانی تحریمات همون دولت هست دیگه. وقتی که به قولی همه جا ایران دوست داره سرک بکشه و همه جا رو به هم بریزه توی منطقه، این اتفاقات میفته. به جایی رسیدن که الان دارن کشور رو میفروشن، به جای نقدینگی که ندارن دارن متاسفانه با قراردادهای چند ساله، 20 ساله، 10 ساله به کشورهای مختلف. ما همچنین یه قرارداد هم داریم، قرارداد نفتی داریم بین ایران و ترکیه که تقریبا فکر میکنم 20 و چند سال پیش بوده یا 30 سال پیش بوده، بین ایران و دبی و ترکیه بسته میشه که ایران نفت رو به یکی از همین کشورهای عربی که حالا فکر میکنم دبی باشه ارزونتر از ترکیه میده، که ترکیه باز شکایت میکنه به سازمان ملل که اینا دارن قیمت ها رو دو قیمتی میفروشن به اوپک فکر میکنم، که بعد ایران مجبور میشه دوباره اون قرارداد رو ارزون تر ببنده با ترکیه. یعنی به یه جایی رسید، اینا از همون اول به یه جایی رسوندن کشور رو که الان هیچ نقدینگی ندارن و مجبور هستن که از کشور بفروشن. دقیقا همون کاری که در زمان مظفرالدین شاه افتاد، در زمان ناصرالدین شاه افتاد. ممنون از شما دوستان. اگر که مطلبی رو در این باره اضافه میخواید بکنید که من مایک رو برای شما آزاد کنم، در غیر این صورت میپردازیم به قسمت آخر برنامه‌مون، یعنی بحث آزاد در رابطه با ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات. من خواهش میکنم از همه دوستان حداقل توی این بخش نقطه نظرات خودشون رو ارائه بدن، و اینکه در مورد حق حیات و اینکه آیا اجازه هست به مبنای اسلام و دین حق حیات یک شهروند و یک بشر گرفته بشه یا نه. همونطور که می‌دونید خب این روزها چه تعدادی که کشته شدن در خیابان‌ها و چه تعدادی هم که الان دستگیر شدن در نوبت اعدام هستن متأسفانه. به نظر من حق حیات به قولی اصلی ترین حق بشر محسوب میشه. ما اگر که بخوایم چشم پوشی کنیم از حق حیات، تمام اون 29 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر بی‌معناست، و این حق رو هیچ کس، چون حق ذاتی از هر انسان با متولد شدنش این حق رو داره، به خاطر همین هیچ کس هم نمیتونه اون حق رو سلب بکنه. و تمام جوامع بشری، حالا تو همه کشورها اعدام هست یا قبلا بوده انجام میدادن و
قوانینشون رو تغییر دادن، ولی خب هیچ کس حق گرفتن جون کسی رو نداره، حتی اگر اون شخص قتل انجام داده باشه. میتونه بره زندان، میتونه کیفرهای مختلف اجتماعی ببینه بنابر اون قوانینی که در اون کشور هست، ولی بر مبنای مخصوصا دین و مذهب به هیچ عنوان در جامعه بشری که امروز ما درش زندگی میکنیم هیچ کس حق نداره جون کسی دیگه رو بگیره و زندگی رو از اون سلب بکنه. من همینجا دعوت میکنم از همه دوستان که در مورد این حق اگر که نقطه نظراتی دارن در موردش صحبت کنن و حالا اون تجربیاتی که داشتین در ایران یا حالا شاهدش بودین یا دیدین در موردش لطفاً صحبت کنید. مایک برای دوستانی که بله خانم مشرف بفرمایید. مایک برای شماست. اگر امکانش هست اون آیدی رو باز کنید. بله ممنونم. همونجور که شما اشاره کردید یکی از حقوق اساسی هر انسانی حق زندگی کردن حیاتشه که اگه نباشه اصلا هیچ قانونی براش معنی نداره. ولی متاسفانه تو کشور ما کلیه حق، حالا هر چیزی که به حق طرف مربوط بشه بستگی به این داره که چقدر به اون افکار و عقاید و اون باورهای اون نظام یا افراد اون جامعه یا حتی نخواهیم افراد مذهبی رو هم بگیم، حتی تو هر جامعه این باوریه که تو اونجا به وجود اومده. اگه کسی مذهبی هم باشه اونایی که مذهبی نیستن یه جورای طردش میکنن، یه سری حقا رو ازش میگیرن، پس تو اینجا مثلا چیکار داری تو این جمع فلان. و همچنین بر افراد مذهبی هم همین دیدگاه و نسبت به بقیه دارن، یه باوریه که اصلا دور از انسانیت و انسان دوستیه. بر اساس دین همه چیز تو کشور ما انقدر سنجیده شده که انتخاب آدم ها و حق آزادیشون، حق زندگیشون و حق خیلی چیزاشون بستگی به نظر طرف مقابل داره. اگه طرف موافق بود با اون نظر شخص یا به عقایدش نزدیک بود، خب اون حق بیشتری تعلق میگیره بهش، ولی در صورتی که مخالف باشه یا خیلی فاصله طبقاتی باشه بین فرهنگشون و عقایدشون، مسلماً خیلی خیلی نادیده گرفته میشه، تا جایی که میبینیم حق گرفتن زندگی به خاطر اینکه فقط طرف اومده توی خیابون و عقیدش فقط متفاوت بوده طرف اعدام میشه. طرف سکه زیاد میخره، نمیدونم یه چیزی رو بود، مال زیادی رو میخره، اعدام میشه. و به راحتی برای گرفتن حق هر کسی نظر میدن که چون که مساعده و مناسب عقیده ما نیست و مورد دلخواه ما نیست پس باید کشته بشه، یا به راحتی حذفش میکنن. یعنی حتی یه ملاک و یه معیاری برای جرم اون طرف، برای خلافی که کردن وجود نداره. بری تو خیابون بوق میزنی کشته میشی، میری تو خیابون فقط اعتراض میکنی، میگه آقا چرا میکشین مردم رو، اصلا میخوای دفاع کنی، دست کن میدی، اعدام میاد برات. اصلا هم اهمیتی نداره بچه باشی یا اینکه آدم بزرگی باشی، میانسال باشی، تمام اینها رو زیر سوال می‌برم. ممنون که به من مایک دادید. ممنون از مطالبی که ارائه دادین. جناب رضایی شایان بفرمایید. مایک در اختیار شما. سپاس از شما آقای یگانه عزیز. نظر شخصی بنده و تجربه شخصی بنده این بودش که در دوره کنکور در سال 1395 که بنده بودم، فردی بود توی مدرسه که پدرشون چند دوره برای جنگی که توی ایران و عراق بود شرکت کرده بود و این یک نوع امتیازی شده بود برای ایشون که حتی ایشون با ضریب هوشی پایین‌تر و تلاش کمتر تونست رتبه و دانشگاهی بهتری رو قبول بشه نسبت به فردی که سخت‌کوش‌تر و با تلاش‌تر بود. و این حق تحصیل و این حق عدالت بین افراد به نظرم
رعایت نمیشه و باید این توسط سازمان های بین المللی رسیدگی بهش بشه دری رو. ممنون. بسیار عالی، سپاس از شما. دقیقا همینطوره. من داشتم نگاه میکردم امروز در رابطه با همین حق حیات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آیا واقعا چیزی به نام حق حیات درش نوشته شده، بهش پرداخته شده یا نه، که متاسفانه من هیچ چیز پیدا نکردم که بخوام حتی مقایسش بکنم با قوانین جهانی، چون همونجور که میدونید قانون اساسی ایران برگرفته شده از حالا 80% از قرآن هست و مذهب شیعه که هر سال اون قوانین شیعی دارن به قولی برای خودشون توضیح و تفسیر میکنن و بند بهش اضافه میکنن و بدترش میکنن و بخشیش هم از قوانین اروپا در فکر میکنم از قرون 19 گرفته شده. یعنی اینقدر ما قانون اساسیمون قدیمی هست، در صورتی که در یک جامعه دموکراتیک حداقل هر 5 سال یه بار یا هر 6 سال یه بار اون قانون اساسی بنا به اون حالا جایگاهی که اون جامعه داره باید عوض بشه. حالا اگر که قانونی بد هست درست بشه، اگر ساده هست یه خورده سخت‌تر گرفته بشه و این نیاز هر جامعه ای است، همون جور که توی کشورهای اروپایی هم هر چند سال یک بار اون قانون اساسی کشورها رو تغییر میدن. خانم ده بزرگی بفرمایید، مایک برای شما آزاد. سپاسگزارم آقای یگانه. ممنونم از عزیزان راجع به نقطه نظراتشون. بله آقای یگانه، دقیقا به این دلیل من فکر میکنم توی قوانین اساسی جمهوری اسلامی هیچ جایش ما نمیتونیم کلمه یا جمله داشتن حق حیات هر انسانی رو پیدا کنیم، به این دلیل که همجور که شما گفتین تمام قوانین اساسی جمهوری اسلامی برگرفته از 1400 سال پیشه و خب همونجور که باز گفتین قوانین اساسی، برخی از قوانین اساسی کشورهای دموکرات که ما الان هنوز توش داریم میبینیم، یه قوانینی رو میان آپدیت میکنن، به مقتضای زمانه میبینن به نفع یا به ضررشون هست نیست و به رفراندوم میذارن، به حالا تو اون منطقه، تو اون شهر، تو اون روستا یا خود کل کشور به رأی گذاری که به اصطلاح نظرخواهی مردم به رأی گذاشته میشه و این رو میان هر از مدت قوانینشون رو به صلاح شهروندان، به صلاح جامعه، به صلاح امنیت، اقتصاد، سیاست، اجتماع، هر چیزی آپدیت میکنن، به روز رسانی میکنن. ولی خب قوانین اساسی و با پافشاری و اصرار دولت جمهوری اسلامی برگرفته از همون قرآن و 1400 سال پیشی هست که هیچ کس ازش خبر نداره که چه اتفاقی افتاده، کی بوده و کی چه کار کرده و او راست و دروغای که تا به الان به گوش امروزی انسانها رسیده، ما جز خشونت، جز ظلم، جز فساد هیچی از این دولت و حکومت اسلامی ندیدیم. و این رو با تأکید و با تأیید میخوام خدمتون بگم و مستند، وقتی ما قتل‌های ناموسی رو هنوز در کشورهای اسلامی مثل ایران، مثل افغانستان، مثل عراق شاهد هستیم، این از کجا میاد؟ حالا ایران که مدعی ما اجرای عدالت میکنیم و اجرای قوانین اسلامی با اون به اصطلاح ادعاش، وقتی که یک قتل ناموسی اتفاق میفته، وقتی یک مردی به عنوان جنس مرد، حالا پدر هست، حالا همسر هست، حالا برادر هست، حالا جد و ولی هست که همونم برگرفته از قانون اساسی، خودش رو صاحب و مالک تمام اختیار زندگی و حیات یک موجودی یا انسانی به نام دختر یا زن میدونه، خب این قانون گذار یا این قانون هست که دست اون انسان رو باز میذاره که خودش رو صاحب و مالک اون نفس دیگه بدونه
و به خودش این اجازه رو بده که به اسم این که حالا دختر من برخلاف میل من یا زن من برخلاف میل من یک نظر دیگه یا یک علاقه مندی دیگه یا یک انتخاب دیگه داشته، من حیات و نفس اون رو بگیرم و بکشم و به اسم قتل ناموسی بیان میشه. که شاهد هستیم که خود آماری که از جمهوری اسلام بیرون میاد متاسفانه در طول سال چند صد شاید قتل‌های ناموسی اتفاق میفته که دختران و زنانی که 16 ساله، 13 ساله، 17 ساله به اسم کودک همسری مجبورشون میکنن ازدواج کنن. یا اون زن فکر میکنم کرد بود که مرد همسایه‌شون ظاهراً بهش نظر داشته بود و میخواسته بهش تجاوز بکنه، مجبور میشه خودش رو از بالای پشت بون میندازه پایین برای نجات و رهاییش که به قتل در اصل میرسه، که مردم اون منطقه با افتخار میگن چقدر این زن پاک دامن و با عفت بود که به شهادت رسید، در حالی که این ریشه در اشکال و خراب بودن قانون اساسی داره. وقتی یک قانونی از حیات یک انسانی محافظت نمیکنه و دفاع نمیکنه، چرا باید یک موجود دیگه ای به قتل برسه؟ این خیلی خیلی جای واقعا بحث داره تو قانون. من یک پیج اینستاگرامی رو دنبال میکنم از توی ایران، یک خانم دکتری هست، دکتر کارشناس و به اصطلاح دکترای حقوق اجتماعی و پژوهشش در راستای زنان هست و چندین خانه امر رو توی ایران الان با تلاش خودش با سازمان بهزیستی ایران برای محافظت از زنان و دخترانی که مورد خشونت‌های خانگی یا اجتماعی قرار می‌گیرن درست کرده و به اینا پناه میده، آموزش میده، ایجاد اشتغال براشون میکنه و خیلی کمکشون میکنه. من یه چند تا از متناشه که خوندم همین دیروز پریروز، نوشته بود زنی رو که از دست همسرش از زیر مشت و لگد و خشونت‌ها و به اصطلاح لت و کوب شدن همسرش نجات دادیم و پناه دادیم و به خانه امن آوردیم، مجبور بودیم این رو به بیمارستان ارجاع بدیم برای مداوا و تحت درمان قرار میگیره و همین بیمارستان برای عمل جراحی این زن طبق قانون باید اجازه همسر ایشون رو داشته باشه تا ایشون مورد عمل جراحی قرار میگیره. من فکر همون همسری که از دست همون شوهرش برای بقای زندگیش فرار کرده و به این خانه امن پناه آورده و الان برای همین عمل جراحیش قانون گذار یا قانون به این مرد این اجازه رو، یعنی به این خانم باید این اجازه رو بده که اجازه همسرش برای عمل جراحی داشته باشه. من فکر میکنم همین روزها که تعریف سازمان بهداشت جهانی یا سازمان‌های جوامع بین‌المللی تعریف انسان باسواد رو اومدن عوض کردن، باید تعریف حق حیات هم عوض بشه. حق حیات فقط این نیست که من زنده باشم، نفس بکشم. همون جور که خانم مشرف تو بیاناتشون گفتن، حق حیات خیلی فراتر و بزرگتر و عمیق‌تر از اینه که فقط من زنده باشم و زندگی کنم. همون حق آزادی، همون حق انتخاب، همون حق برخورداری از نه تنها حقوق اولیه انسانی، حق تحصیل، حق شغل، حق کرامت انسانی، حق رشد و توسعه فردی و اجتماعی تک تک افراد، اینا حق حیات باید و بیشتر از اون تعریف بشه، نه تنها فقط حق نفس کشیدن و زنده ماندن. میگم اگر بخوایم واقعا راجع بهش صحبت کنیم ساعتها وقت نیاز هست و واقعا ممنونم از اینکه این وقت رو به من دادی.
صدا ندارید آقای یگانه. ببخشید. من سوالم رو دوباره تکرار میکنم. میخواستم از شما خانم ده بزرگی و همچنین همه دوستان بپرسم که در جامعه‌ای که به قولی مثل جامعه ایران حق انسانی داره به این شکل پایمال میشه فقط به اسم که البته قرآن ولی خب سیاست هم پشتش هست، چطور میتونه جامعه ایران حرکت کنه به سمتی که بتونه واقعا حق حیات که از جمله بزرگترین حق انسان است و بقیه حقوق انسانی رو داشته باشه؟ چه کار ما میتونیم به عنوان شهروندان، هر شهروند به نوبه خودش، من نخوام جای شما تصمیم بگیرم و شما نخواهید جای من تصمیم بگیرم، هر نفر به عنوان یک شهروند چه کار ما میتونیم انجام بدیم که بتونیم به این حق دست پیدا کنیم یا به حقوق دیگه انسانیمون به عنوان شهروندانی که یک زمانی شاید کم و بیش این حقوق رو داشتیم ولی خب با اومدن جمهوری اسلامی کاملا از بین رفت، ولی خب چه کار ما میتونیم انجام بدیم که این حقوق رو دست پیدا بکنیم بهش، حالا چه از لحاظ مدنی چه از لحاظ به قولی شهروندی و اجتماعی؟ بفرمایید مایک بر شما. ببینید آقای یگانه، ما در همین جوامع غرب، اروپا، آمریکا هم شاهد بسیاری از پایمال شدن حقوق انسان‌ها هستیم. فرق نمی‌کنه هر جنسیتی، رنگین کمانی باشن، مرد باشن، زن باشن، کودک باشن، ولی باز به نسبت چون که یک مقداری در قوانینشون دین از سیاستشون جدا هست، این جوامع بیشتر دست افراد رو برای رسیدن به حقوقشون باز میذاره. هنوز خانواده های بسیار سنتی، من تو اخبارها میخونم، دنبال میکنم رسانه های آلمانی زبان، انگلیسی زبان رو، وقتی که یک خانواده بسیار سنتی مثلا اهل عراق هست، اهل سوریه هست، کرد هست، میخواد که به بهانه مسافرت کردن به کشورش دختر مثلا 13 ساله 17 سالش رو از حالا اروپا، از آلمان ببره مثلا کشور خودش به بهانه تفریح، به بهانه حالا تفریح تابستون یا یک هفته 10 روز، این رو به عقد مثلا فلان پسر فامیلش یا عقد نکاح اون کسی رو که خودش میخواد در بیاره، یا ختنه میکنن دخترها رو. خب اینشون چون عملا از نظر قانون شهروند آلمان حساب میشه، وقتی که خب البته اینام خیلی سخته که آدم بخواد به این اطلاعات خانوادگی و خصوصی این افراد دست پیدا کنه، اینم هست، ولی هنوز جای امیدی هست که این قوانین دموکراسی کشور آلمان مثلا مدافع حقوق کودک، مدافع حقوق انسانه، وقتی که این به اصطلاح فعالین مدنی یا اجتماعی یا مددکارهای اجتماعی یا از طریق مدارس این اطفال مطلع میشن که این خانواده به دلیل سنتش، به دلیل مذهبش، به دلیل فرهنگ غلطش میخواد دخترش رو یا پسرش رو مورد اون آزار و اذیت غیر انسانی قرار بده، واقعا جریمه‌های سنگینی میشن یا از خروجشون از کشور ممنوع ممانعت میکنن. و ما تا زمانی که یک کشورهایی مثل همون آسیا و مسلمان متاسفانه همچین حکومت، یا حتی کشورهایی مثل مصر، عربستان هستن، هنوز خیلی این اتفاقای فجیع درونشون هست که زنان رو ختنه میکنن، کودک همسری درشون هست. چرا؟ چون این کشورها عملا یا قوانینشون اسلامی هست و تا وقتی که قوانین اسلامی نوشته شده و اجرا بشه و به عنوان قوانین اساسی این کشورها بمونه، پایدار باشه، همچنان این ظلم و قتل و حق نفس و حق حیات گرفتن این شهروندان وجود داره. و حالا میگم باز جای یه جورای خوشحالی داره که همین مهاجرایی که یا مسلمانهایی که در کشورهای دموکرات دارن زندگی میکنن، وقتی که میگم مددکارهای اجتماعی یا مسئولین مرتبط توی مدارس، ورزشگاه‌ها،
با خبر میشن که اینها خانواده بسیار مذهبی دارن، سنتی دارن، باز جای خوبی هست که جای خوشحالی داره که این قوانین باعث نجات یک سری از این دخترها که میخوان در آینده کودک همسر بشن یا ختنه بشن کمکشون میکنه، نجاتشون میده. و همینطور حالا در مورد ایران هم به همین صورته، تا وقتی که دولت جمهوری اسلامی برکنار نشه و قانون اساسی از پایه، از بنا، بر اساس دموکراسی، بر اساس اون رعایت تمام موازین اولیه حقوق انسانی نوشته نشه، ما شاهد این قتل‌ها، ما شاهد این حق‌کشی‌ها از طرف خانواده‌های سنتی و مذهبی میشیم. ما نمیتونیم مذهب و عقاید افراد رو یا سنت خانواده‌ها رو کامل پاک کنیم یا تغییر بدیم، یه چیز غیر ممکنیه و ما هم موظف نیستیم این کارو بکنیم. ولی وقتی یک قوانین بازدارنده یا یک قوانین درستی وجود داشته باشه و اجرا بشه و عمل بشه، قطعاً از این جنایات، قطعاً از این ظلم‌ها، حتی در خشونت‌های خانواده، در خشونت‌های خانگی و پنهان هم جلوگیری میشه. من فکر می‌کنم تنها راش همینه، اون قانون و پی و زیر بنا باید درست بشه و بعدش وقتی قانون درست بشه، اون فرهنگ سازی، اون آموزش، اون آگاهی سازی افراد اتفاق میفته که خوشبختانه همینو ما الان شاهد هستیم. چقدر مردان ایران، چقدر پسران و پدران ایران، همین هایی که تا دیروز خودشون صاحب و مالک همسر و دختر و فرزندانشون میدونستن، الان پا به پای همین دختران، پا به پای همین کودکان دبیرستانی، دبستانی، کف خیابون ها دارن برای حق همین زنانشون از دولت جمهوری اسلامی مطالبه گری میکنن. و این خیلی خوبه که مردان ما یا جامعه یا مردم سنتی یا خانواده ها به این درجه شعور، آگاهی، درک و فهم حقوق انسانی خودشون، خانوادهشون و زنانشون رسیدن. فقط همینو میتونم بگم خدمتتون. بسیار عالی، ممنون از شما خانم ده بزرگی بابت مطالبی که ارائه دادین. دوستان اگر که مایل هستید لطفاً در این بحث شرکت کنید در رابطه با حق حیات و اینکه ما چطور میتونیم جامعه رو به سمتی بکشیم که حق‌خواه خودشون باشن، حق‌خواه حداقل خودشون و فامیل خودشون باشن. من میخواستم اتفاقاً در همین باره یه موضوع اشاره کنم که ما طی تقریباً 40 و اندی سال، 43-44 سال اون احساس تعلق رو، اون احساس ملیت رو، اون احساس اینکه ما صاحب زندگی حداقل خودمون هستیم رو از دست دادیم و جمهوری اسلامی طی این 40 سال با صدا و سیمایی که به قول یکی از همون رئیس جمهورها آقای روحانی گفته بود صدا و سیمای ملی، باعث شدن که اون احساس تعلق رو، اون ایرانی بودن ما رو از ما بگیرن و همون جور که سعی میکنن تو همه سخنرانی ها و صحبت هاشون از ملت به عنوان امت استفاده بکنن، ما رو امت بار آوردن، جوری که اون دیگه اون احساس تعلق، اون مهم بودن هر شخص برای خودش از بین رفته و همه ما نگاه، حالا جامعه ایرانی، جامعه‌ای که متاسفانه یا در خواب رفته یا اینکه سود و نفعی درش هست که در خواب بمونه، به این فکر میکنه که صلاح جامعه چیه. ببینید یه مثال ساده، شما به قول آقای اینانلو این رو میگفتن که خدا رحمتشون کنه، میگفتن که شما ببینید اگر که یک نفر توی یه ماشین بنز بشینه، اگر پوست پرتقالی یا آشغالی داشته باشه، راحت اون رو به خیابون پرت میکنه. ممکنه واسه نکنه، ولی خب ما مثالی رو میزنیم که مثلا حالا داره پرت میکنه. چرا این کارو میکنه؟ چون اون ماشین مال خودش هست و اون رو صاحب اون ماشین، خودش رو صاحب اون ماشین میدونه و اون جامعه و اون خیابون رو
براش اهمیتی قائل نمیشه، چون فکر میکنه که از آن خودش نیست، اون خیابون مال خودش نیست. دقیقاً این بلا سر ما اومده نسبت به هم دیگه. ما اگر که میبینیم نوید افکاری ها و تمام جوانایی که تو این تقریبا یک ماه گذشته کشته شدن، طی این 43-44 سال کشته شدن، زندانی شدن، زجر کشیدن، عذاب دیدن رو، فکر میکنیم که اینها همسایه هستن، اینا از ما نیستن. همین که من سالم باشم، همین که من و خانواده من در امنیت زندگی بکنن، امنیت نسبی که هر کس سعی میکنه تو اون نقطه امن خودش بسازه و از اون خارج نشه، فکر میکنیم که اگر ما به ما آسیبی وارد نشه پس هیچ اهمیتی نداره اگر نوید افکاری رو حلق‌آویزش کنن. اگر که تمام این جوانایی که توی این یک ماه گذشته، توی آبان، توی طی این 40 سال اعدام شدن، خانواده هایی که داغدار شدن، اوکی، خانواده ما نیستن، ما ناراحت هستیم ولی خب جزء خانواده ما نیستن، یعنی این احساس تعلق رو از ما گرفتن. به نظر من توی این بحث، توی این که ما چطور میتونیم جامعه رو دوباره بیدار بکنیم، جامعه رو دوباره تشویق بکنیم به این که حق خواه باشن و حقوق خودشون رو به عنوان یک شهروند دادخواه باشن، اینی که احساس تعلق بدیم بهشون، اینی که شما ایرانی هستین و ایران مال شماست، آینده ایران از آن فرزندان شماست. این خیلی مهمه که دولت جمهوری اسلامی بدون اجازه ملت ایران قرارداد 25 ساله با چین امضا میکنه. این سرمایه‌ای که داره از کشور خارج میشه، سرمایه‌ای هست که از جیب شما، از جیب فرزندان شما داره کشیده میشه و شما متوجهش نیستید. یعنی اولین به نظر من اون حس اینه که حس تعلق بدیم به مردم، بعد بتونیم اونا رو از اون نقطه امنشون بکشیم بیرون و دادخواهشون کنیم، دادخواه حقوقی بکنیم که چندین سال ازشون گرفته شده، هرچند که در رژیم گذشته هم همین طور بود. حالا شاید اونجا یه سری آزادی‌های اجتماعی باز بود، مردم راحت‌تر بودن. هر حکومتی که تا الان اومده خب نقطه ضعف‌هایی داشته، نقطه قوت‌هایی داشته، ولیکن الان اتفاقی که داره در ایران میفته اینه که علاوه بر این که دارن سرمایه ها رو از بین میبرن، اون به قولی هویت ملی رو هم دارن از بین میبرن، اون شخصیت اجتماعی، شخصیت انسانی ما رو هم دارن از بین میبرن، تا جایی که اگر همسایه ما رو هم بگیرن و اعدام کنن، شاید حالا دارم این رو به صورت عامیانه صحبت میکنم، توهین به شخص خاصی نشه، ولیکن معمولش اینه که ما الان توی این یک ماه یا بیشتر از 70 روز شاید 10% یا 5% جامعه بیدار شدن و حق خواه شدن و دادطلب شدن، در صورتی که 95% از جامعه یا 80% از جامعه موافق هستن که اینا از خونشون برن، موافق هستن که اینا از کشور برن و اصلا هیچ اهمیتی نداره که حکومت بعدی یا دولت بعدی چی باشه، ولیکن به اون نقطه از به قول معروف جوش و خروش نیومدن. از افلاطون میپرسن که ظلم کی از بین میره، من این رو فکر میکنم ماه پیش هم گفتم که افلاطون در جواب میگه ظلم زمانی از بین میره که اونی که بهش ظلم نشده همونقدر زجر بکشه که بهش ظلم شده. اگر ما هم اون درد رو احساس کنیم که مادر نوید افکاری احساس کرده یا بقیه کشته شدگان داغدار هستند و اون درد رو میکشن، اگر ما هم قلبمون به اون مرحله بهش فشار وارد بشه و غمگین بشیم، مطمئن باشید که هیچ ظلمی در مخصوصا حالا در دنیا و مخصوصا در ایران نمیمونه. همگی دست به دست هم میدیم دقیقا مثل گذشته که بتونیم هم دادخواه باشیم و هم قوانین رو بتونیم تغییر بدیم. یکیش اینه، یکیش هم همونی که خانم ده بزرگی گفتن، دقیقاً قانون باید از به قولی سیاست باید از دین جدا بشه. تا زمانی که دین در کشور هست، تا زمانی که دینی که 1400 سال پیش اومده و چکیده 1800-900 سال تجربه دینی بقیه ادیان هست، مثل ادیان یهودی، حالا اون سنگسار زنان هست، نمیدونم سربریدن هست یا
به قولی تمام اینها هست، وقتی که دین از سیاست جدا بشه باز دوباره این هم مرحله بعدش هست. من دعوت میکنم حالا از دوستان اگر که مایل هستید باز هم در این بحث شرکت کنید و تجربیات خودتون در این باره صحبت کنید، لطفاً دستتون رو بالا ببرید که بتونیم از نقطه نظراتتون استفاده بکنیم. در رابطه با حق حیات و اینکه چطور چه کار میتونیم انجام بدیم که جامعه ما به سمتی حرکت کنه که دادخواه حقوق خودش باشه. خب مثل اینکه دوستان، خانم ده بزرگی بفرمایید، مایک بر شماست. ممنون آقای یگانه. من به نوبه خودم در جایگاه خودم، خب از وقتی که از ایران خارج شدم اینو باید اعتراف کنم که واقعا حق و حقوق اولیه انسانی خودم رو خیلی خوب شناختم، چرا که ما اون نسلی بودیم که دهه 50 و 40 و 50 و 60 ها دهه بودیم که متاسفانه همش دروغ یادمون دادن، همش سانسور بود، همش فریب بود و تو خانواده یه چیزی بود، یه جور دیگه بودیم هممون اکثرا، و تو جامعه، مدرسه، دانشگاه یه شکل دیگه وجود که حکومت میخواست بودیم، حالا اونایی که از خانواده مذهبی نیستن. ولی خوشبختانه بچه های من، بچه های ما، جوانای ما توی ایران که الان مثلا دهه 70-80 هستن، 20 سالشونه، 25 سالشونه، نسلی هستن که آگاهن. و یکی مثل خود من خواستم که اون دروغ، اون سانسور، اون فریب، اون سرکوب، اون جوری که حکومت میخواست باشیم رو به دخترم، به پسرم، به فرزندانم انتقال ندم. و اونها هم انسانهای مطالبه‌گر، آگاه به حقوقشون باشن. و خب در جواب حرفای شما همینه که خوشبختانه نسل جوان الان، اینایی که دارن اعدام میشن، الان اینایی که تو زندان هستن، همه دختر و پسرهای جوانای من هستن که به اون آگاهی رسیدن، مطالبه گری میکنن، حتی برای آزادیشون، برای داشتن بدنشون، برای حق انتخابشون جونشون رو دارن میدن. و من مطمئن هستم که واقعا این انقلاب، این جون دادن جوانها، این خون دادنها به یک نتیجه بسیار عالی ختم میشه و این دولت جمهوری اسلامی روزهای آخر و نفسهای آخرشه داره میکشه. و مطمئنن ایران در آیندهی که 50 سال آینده، 40 سال آینده، خب خراب کردن خیلی آسان تره تا آباد کردن. و تا ایرانی که اینجور نابود شده جوانها، مردمان آینده بخوان آبادش کنن، بسازنش، وقت میخواد، انرژی میخواد، زمان میخواد، چه بسا که تمام اینهایی که سازنده آینده ایران هستن الان همشون یا دانشجو و کارمند و متخصصین تو بند و زندان جمهوری اسلامی هستن یا دانشجوان و تحصیل کردگان خارج نشین و بیرون هستن که به دست اینها ایران آینده قطعا ساخته خواهد شد. و این جای امیدواریه، جای خوشحالیه که این مردم، این جوانها، این دختران و پسران همون جور که شما فرمودین به این آگاهی رسیدن، به این مطالبه گری رسیدن، تا پای جونشون پیش میرن که حق انتخاب بدنشون، حق انتخاب شغلشون، حق انتخاب ایدئولوژی و فکر کردنشونه به دست بیارن، که این دولت لعنتی جمهوری اسلامی همه چیزو از ما گرفت. و این واقعا امیدوار کننده هست و من افتخار میکنم که خوشبختانه این جوانها به همون درجه آگاهی، به همین درجه مطالبه گری و رشد فکری، رشد عقلی، رشد اجتماعی رسیدن. به خصوص از وقتی که خب قبلا این همه ارتباطات
رسانه‌ای از طریق موبایل ما نداشتیم، نبود. خیلی وقت نیست که حالا موبایل یا سوشال مدیا یا راه‌های ارتباط جمعی تو ایران مردم بهش دسترسی دارن، که همین هم دولت لعنتی میاد روی مردم اینترنت رو میبنده. چرا میبنده؟ خب میترسه از آگاهی مردم، از اینکه مردم اخبارا رو به بیرون بدن، سرکوبا رو به دنیای بین الملل بدن، یا ای که بیان از طریق همون نیکا، همون و نیکاهایی که کشته شدن. مگر اینا چند سالشون بود؟ 16 سال، یک کودک 16 ساله چه از زندگی فهمیده، چه تجربه ای داره؟ ولی اینها اینقدر باشعور بودن، اینقدر اینا فهیم بودن، اینقدر انسانهای جلوتر از سنشون بودن که یا هستن که به واسطه همین موبایل، به واسطه همین ارتباط با دنیای بین الملل میبینن که همون دختر و پسر و نوجوان همسن خودشون در آمریکا، در کانادا، در کشورهای اروپا که همینا هم برای دموکراسیشون جنگیدن و زحمت کشیدن تا به دستش آوردن، میبینن این هم نسلای خودشون از آزادی و حق انسانی که جوانهای ایران برخوردار نیستن برخوردارن و به این آگاهی میرسن، پس چرا ما نداریم؟ پس چرا ما این حقوق رو نداریم؟ چرا من نمیتونم اون چیزی رو که خودم میخوام فکر کنم، انتخاب کنم، بخرم، بپوشم، برقصم، بخونم؟ و این خیلی خیلی جای امیدواری هست که آینده ایران واقعا ایرانی آباد میشه، ایرانی میشه که اون توریستی که بخواد بره دبی، بخواد بره ترکیه، ارز وارد کنه، این همه پول بکنه تو جیبه، واقعا بیزینسمن ها و عربا و کشورهای ناحیه خلیج فارس، من مطمئنم روز ایران یک کشوری میشه که واقعا سیل عظیم توریست واردش میشه برای دیدن ایران. و ایران اینقدر نخبه داره، اینقدر جوان آگاه داره، اینقدر جوان تحصیل کرده و باهوش داره که هممون ایمان داریم بهش که یک روزی از کشورهای آمریکا یا از کشورهای اروپا بسیار قدرتمندتر خواهد شد در بخش صنعت، در بخش تکنولوژی، در بخش تخصص علوم. و با وجودی که این همه فشار بوده، با وجود این همه که سرکوب بوده، با وجود این همه که تبعیض بوده، تو جز به جز قشرهای اجتماعی جامعه، این همه جوانها، این همه مردم فقط با تلاش، با زحمت، اون انرژی و وقت و پول و هزینه رو که باید صرف رشد و ارتقا و تحصیل و آبادانی می کردن، مجبور بودن به خاطر این فشارهای دینی جمهوری اسلامی فقط در جا بزنن و یا نخبگانی که تو زندانها باشن یا فقط به قول شما زنده باشن و زنده بمونن و این انسانی که داره تو آب توی دریای بسیار متلاطمی غرق میشه فقط خودش رو سطح آب نگه میداره که فقط هوا بگیره زنده بمونه. ولی نه دیگه، دولت جمهوری اسلامی رفتنیه و این جوانها با این مطالبه گری، با این آگاهی، من مطمئنم با این تخصص، با این علم و دانش، با این جرب و عرضه و اون واقعا به قول شما احساس تعلقی که نسبت به هم داریم، میتونن ایرانی آباد، آزاد و سربلندی رو بسازن. و به قول شما من شیرازی، شمای مشهدی، اون کیشی، اون تهرانی اصلا مطرح نیست. ما همه ایرانی هستیم، ما همه یک فامیلی، ما همه اعضای یک خانواده ایم. و خوشبختانه این همبستگی، این اتحاد هم از داخل هم از خارج داره شکل میگیره و کم 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 انگار یک بنای خراب پوسیده ای که کم کم این آجرای زیرشو بکشی یه دونه یه دونه ورداری، یهو از بالا فرو میریزه پایین. الان دقیقا حکایت جمهوری اسلامی همینه. این انسانهای آگاه، این نسل جوان بیدار که دارن کم کم این بنیان پوسیده جمهوری اسلامی رو، آجرهاشو یکی 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 میکشن بیرون، به زودی این خرابه فاسد وحشی واقعا فرو میریزه و از بین میره و من مطمئنم ایران به دست این نسل بسیار زیبا، بسیار آباد، بسیار واقعا سربلند تو جامعه، تو بین الملل و برای خودشون ساخته خواهد شد. به امید اون روز هستیم. ممنونم از این وقتی که در اختیار من قرار دادیم.
بسیار عالی، ممنون از شما خانم ده بزرگی بابت مطالبی که ارائه دادین. دوستان اگر که مایل هستید لطفا دستتون رو بلند کنید تا مایک برای شما آزاد بشه در رابطه با حق حیات که حق اعتراض هم شاملش میشه توی این روزهایی که حالا در ایران اتفاقات مختلفی میفته، بتونیم از نقطه نظرات شما استفاده کنیم. اگر که دوستان مایل به اضافه مطالب خودشون نیستند، من جلسه رو همینجا به پایان میرسونم و تشکر میکنم از همه دوستان بابت اینکه تا الان همراهی کردن ما رو و همچنین عزیزانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن. فراخوان رو من یک بار دیگه خدمتتون مطالعه میکنم و امروز 11 سپتامبر 2022 برابر با 20 آذر ماه 1401 جلسه نمایندگی اروپا کانون دفاع از حقوق بشر آخرین جلسه خودش رو در سال 2022 انجام داد که با موضوعات بررسی هدف 16 سند 23 یونسکو توسط سرکار خانم فیروزه دهبزرگی و همچنین آقای سپهر رضایی شایان سخنرانی خودشون رو با موضوع بحران اقتصاد در ایران ایراد کردند و همچنین بحث آزادمون در رابطه با حق حیات و اتفاقاتی بود که در ایران در حال رخ دادن هست. تشکر میکنم از منشی جلسه سرکار خانم نادیا مشرف، از دیرها سپهر رضایی شایان و ستاری دژم و ادیت و ضبط صدا سرکار خانم لیلا رمضان و نادیا مشرف و خودم مهرداد یگانه مسئول جلسه در خدمتتون بودم. تا درود دیگر، بدرود، خدا نگهدار.